سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. حامدی هستم از ایزی اپلای. امروز به نیمه فوریه رسیدیم و خیلی از شماها که برای دانشگاه آمریکا و کانادا تو مقاطع ارشد دکترا اپلای کردین یا پذیرشاتون رو گرفتین و آفراتون رو گرفتین، حالا یه سری دانشگاه ها آفرای با فاند دادن، یه سری دانشگاه هنوز در مورد فاندینگ وضعیت اپلیکنتاشون هنوز تصمیم گیری نکردن. اما نکته که خیلی مشخصه اینه که دانشگاه هایی که دسامبر، ژانویه و یا فوریه، یک فوریه بوده ددلاینشون، خیلیشون تا نیمه فوریه ممکنه آفرهای با فاندشون رو بدن به دانشجوها. به اصطلاح میگیم توی راند اولی پذیرش ها اعطا میشه و منتظر میمونن که در واقع اپلیکنت هایی که بهشون پذیرش دادن پاسخ اون پذیرش رو بدن و حالا اونهایی که میخوان به عنوان گزینه نهایی به اون گزینه فکر کنن اون آفر رو اکسپت کنن. به این شکل هست که کلا وقتی شما اپلای میکنین سه حالت وجود داره: یا تو فاز اول توی همون راند اول پذیرش رو میگیرین، یا خدای نکرده کوالیفای نیستین برای اون پروگرام و تو همون راند و فاز اول ریجکتتون میکنن، یا اینکه مثلا دو ماه پیش اپلای کردین، به الان رسیدیم، نیمه فوریه رسیدیم و هیچ آفری نگرفتیم. این حالتیه که احتمالا شما وارد ویتینگ لیست اون دانشگاه شدین، یعنی دانشگاه منتظره که در واقع اون افرادی که تو راند اول پذیرش رو بهشون اعطا کرده به اون پذیرش و آفر پاسخ بدن و اینها هم رتبه بندی میکنن دانشگاه ها افراد رو تو اون ویتینگ لیست و به ترتیب اون افرادی که تو رده بالاتری قرار میگیرن، اون افرادی که تو ویتینگ لیست هستن، در صورتی که تعدادی از افراد دیگه اون تو راند اول پذیرش رو گرفتن و پذیرش رو دیکلاین کنن، پذیرش به اونها اعطا میشه. حالا اینکه این بازه ای که زمانی که ممکنه در واقع این اتفاق بیفته که چه زمانی افرادی که تو ویتینگ لیست هم پذیرش بگیرن تو راند دوم، این وابسته به این هستش که افرادی که تو راند اول پذیرش رو گرفتن چقدر زود بیان این در مورد آفرهاشون تصمیم گیری کنن. پس اگه دوستان پذیرش دارین، یعنی مثلا 3 تا 4 تا دانشگاه پذیرش گرفتین، حتما زودتر سعی کنین تصمیم گیریتون رو انجام بدین که بچه‌ای که حالا تو ویتینگ لیست هستن هم زودتر بتونن آفرهاشون رو بگیرن و کارهای ویزاشون رو شروع کنن. معمولا دانشگاه ها تا 15 اپریل صبر میکنن، حالا بسته به دانشگاه های مختلف ممکنه این زمانبندی حالا زودتر یا دیرتر باشه، ولی چیزی که رایجه معمولا تا نیمه اپریل ممکنه یه سری دانشگاه ها صبر کنن و آفرهای راند دومشون رو 15 اپریل بدن. ولی خب بعضی دانشگاه ها ممکنه زمان کمتری اجازه بدن که شما در مورد تصمیم گیریتون توی اون راند اول که پذیرش رو گرفتین بهتون مهلت بدن. پس سعی کنین زودتر تصمیم گیری کنین. اگه چند تا پذیرش دارین که بچه های دیگه هم به اصطلاح اون آفرهایی که مد نظرشون هست و منتظرن هنوز دانشگاه پاسخ نداده بهشون رو در واقع دریافت کنن. امیدوارم شاد باشین و روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.